برگزاری روسیه اسپوتنیک اعلام کرد تصمیم برای آغاز نبرد حلب گرفته شده است و ایران هزاران نفر را برای شرکت در عملیات زمینی مشترک برای پس گرفتن شهر حلب به سوریه فرستاده است روزنامه لبنانی الاخبار هم که به حزب الله لبنان نزدیک است در شماری روز چهارشنبه 22 مهر گزارش داده که ایران نیروی زمینی را برای انجام عملیاتی بزرگ به سوریه فرستاده است روسیه نیز از آنها پشتیبانی هوایی خواهد کرد با این حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش روز چهارشنبه 22 مهر به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا نوشت شمار نیروهای ایرانی اعزام شده به اطراف حلب برخلاف بعضی گزارش های منتشره صدها نفر و نه هزاران نفر است این مقام آمریکایی که از اون نام برده نشده است گفت که عناصری از نیروی قدس سپاه ایران در نزدیکی شهر حلب تجمع کردند و پیش بینی کرد عملیات علیه شورشیان قریب الوقوع خواهد بود این مقام آمریکایی گفت که آمریکا کشتی های روسی که هفته پیش از دریای خزر موشک های کروز به طرف سوریه پرتاب کردن را رد گرفته و این کشتی ها دوباره مسلح شده و آماده شلیک موشک های تازه احتمالا در حمایت از این عملیات هستند همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر با تکسی به حضور رزمی نیروهای ایرانی گفت هیچ نیروی رزمی ایرانی در سوریه وجود ندارد و تنها مستشاران نظامی ایرانی متخصص در امور مبارزه با تروریسم به درخواست دولت سوریه در این کشور برای ارائه مشورت حضور دارند ابراهیم امین سردبیر روزنامه الاخبار هم در این روزنامه نوشته است که نیروهای ایرانی با نیروهای مسلح سوریه و حزب الله لبنان همراه خواهند شد و هدف آنها در مرحله اول این است که مناطق شمال غربی را پس بگیرند گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است نوشت که نیروهای ایرانی همچنین در استان مرکزی حما و نواحی کوهستانی اطراف لازقیه که پایگاه فرقه علوی مستقر شدند. به تازگی عکسهایی از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شده که گفته می شود او را در سوریه نشان می دهد. برخی رسانه های ایرانی هم این عکس ها را به عنوان عکس های قاسم سلیمانی در سوریه منتشر کردند اما زمان و مکان گرفته شدن این عکس ها را نمی توان تایید کرد در تحولی دیگر خطوط هوایی کتی پاسیفیک بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ روز چهارشنبه 22 میر اعلام کرد پس از هشدارهای آژانس امنیت هوانوردی اروپا در مورد موشک های روسی که به سوی خاک سوریه شلیک می شوند پرواز بر فراز خاک ایران را متوقف کرده است به گزارش خبرگزاری فرانسه تصمیم این شرکت هوایی برای تغییر مسیر پروازهای خود به خاطر تشدید حملات نظامی روسیه به مواضع شورشیان در خاک سوریه اتخاذ شده است روسیه از روز سی سپتامبر شلیک موشک از عرصه کشتیهای خود در دریای خزر را به سوی اهدافی در سوریه آغاز کرد آژانس امنیت هوانوردی اروپا هفته گذشته به خاطر شلیک موشک های دوربرد روسیه از دریای خزر به سوی مواضع شورشیان در خاک سوریه یک گزارش ایمنی جدید برای تمام خطوط هوایی جهان منتشر کرد در این گزارش قید شده که موشک های روسیه در ارتفاعی پایین تر از مسیرهای پرواز بین المللی و از حریم هوایی ایران و عراق عبور می کنند کتی پاسیفیک در بیانیه خود افسوده که بر اساس سیاست بلند مدت این شرکت هواپیماهای آن هرگز از آسمان کشورهای عراق افغانستان اوکراین و سوریه عبور نمی کنند آژانس امنیت هوانوردی اروپا هفته پیش و همزمان با انتشار گزارش ایمنی جدید خود اعلام کرد که به شرکت های هوایی هیچ توصیه ویژه نکرده است شرکت هوایی ایر فرانس نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد که پس از هشدار اخیر آژانس در مورد پرواز بر فراز ایران و دریای خزر اقدامات ویژه‌ای به کار خواهد بست. پس از سقوط یک هواپیمای بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی که سال گذشته بر اثر اصابت یک موشک در مناطق جنگی شرق اوکراین روی داد، شرکت های هوایی در مورد پرواز بر فراز مناطق جنگی احتیاط بیشتری می بی کنند. احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی حمایت تسلیحاتی امریکا از نیروهای کرد سوری رو اشتباه دانست و هشدار داد که اگر سلاحهایی که امریکا در اختیار کردهای سوری قرار داده به هر نحوی به سمت ترکیه نشانه گرفته بشن ترکیه هم مواضع کردها در سوریه رو همچون پکاکا بمباران خواهد کرد اما دلیل انتقاد و خشم شدید ترکیه از قدرت گرفتن های سوری خب موضوع تازه ای نیست و ریشه از این هستش ترکیه در واقع میگه هیچ فرقی میان حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه پیده و پکاکا نیست و پیده شاخه سوریه پکاکا هست و طبعا از دیدگاه ترکیه هر دو گروه تروریستی هستند ترکیه میگه از زمانی که ما مواضع پکاکا رو در عراق بمباران کردیم بسیاری از نیروهای پکاکا به سوریه گریختن و هیچ تضمینی وجود نداره که سلاحایی که Yeah. <laughs> امریکا و ائتلاف ضد داعش در اختیار پیده قرار میده وارد ترکیه نشن و پیکاکا از اونها بر علیه نظامیان ترک استفاده نکنه نخست وزیر ترکیه گفته همانطور ترک که امریکا وقتی با القاعده میجنگید زیر شاخه های القاعده رو هدف قرار میداد ترکیه هم حق داره که زیر شاخه های پیکاکا یعنی همون پیده در سوریه رو هدف قرار بده چون این موضوع به امنیت ملی ما بستگی داره از طرف دیگه این هفته امریکا در جهت تقویت کردها در برابر داعش یک محموله پنجاه تنی سلاح و تجهیزات را از طریق هوا در استان هست که به دست کردها رسونده همین چند هفته پیش هم مقامات روس با صالح مسلم رهبر حزب دموکراتیک کردستان سوریه دیدار کرده بودند حتی برخی مقامات کرد سوری گفته بودند که روس ها در این ملاقات درخواست ایجاد دفتر نمایندگی در شمال سوریه رو داشتن و به نوعی در مبارزه با داعش از اونها هم دعوت کرده بودند که در کنار ائتلاف روس ها قرار بگیرن مجموعه این کنش ها و واکنش در شمال سوریه که هر روز به پررنگ تنگتر شدن نقش کورت ها منجر میشه ترکیه رو شدیدن نگران کرده به نحوی که دو روز پیش وزارت خارجه ترکیه سفرای روس و امریکا رو فرا خوانده و در این زمینه به اونها هشدار جدی داده و تاکید کرده که پیده یا همون حزب اتحاد دموکراتیک گردستان سوریه از نظر ترکیه یک سازمان تروریستی است و مجهز کردن شاخه نظامی این حزب تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه محسوب میشه. در این حال آقای داود اغلو نخست وزیر ترکیه در تازه ترین اظهار نظر در مورد حمله تروریستی آنکارا گفته که با بررسی بیشتر در این زمینه از جمله ردیابی آی پی ها و حساب های تویتری در فضای مجازی رد پای داعش و پکاکا در این حمله تروریستی دیده میشه قبلا ترکیه عناصر داعش رو مزنون این حادثه معرفی کرده بود اما حالا کم کم صحبت از نیروهای پکاکا هم میشه گفته میشه که دو بمبگذار حادثه آنکارا یکی وابسته به داعش و دیگری وابسته به پکاکا بوده آقای داوود اولو میگه یکی از مزنونان این حادثه یعنی حادثه آنکارا مدتی در سوریه حضور داشته از این رو مشخصا باید گفت که چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی جبه سنگینی بر روی کورها حاکم هستش دست در مورد دولت ترکیه اینطور به نظر میرسه و بنابر آنچه که دولت ترکیه عنوان میکنه و کنش ها و واکنش هایی که در منطقه شاهد هستیم ترکیه عملا داره به قدرت های جهانی پیام رو میده که برای تضمین امنیت ملی خودش ممکنه در کنار پکاکا به زودی موازه کورهای سوری رو هم مورد حمله قرار بده دفتر آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس را خلاف واقع دانست که گفته بودند حضور یکی از اعضای بلند پایه این دفتر در جلسه با علی لاریجانی بر روند رسیدگی مجلس به طرح مربوط به توافق اتمی ایران با گروه پنج بعداوه یک تاثیر گذاشته است. اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر ایران روز چهارشنبه 22 مهر در پایگاه اطلاع رسانی وی تحت عنوان تاکید بر مسیر قانونی بررسی برجام منتشر شده است. در این اطلاعیه گفته شده است هر گونه اطلاع رسانی و بیان مطالب غلط و مخشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم الله در روند بررسی طرح برجام خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار است. در این اطلاعیه آمده است که رهبر جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر طی شدن مسیر قانونی بررسی مفاد برنامه جامعه اقدام مشترک تاکید داشته و مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره این موضوع صریح شفاف و دقیق در سخنرانی های اخیر وی اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد گفته می شود این اطلاعیه می تواند مربوط به خبرهایی درباره نقش علی اصغر حجازی نماینده رح در جلسه سه‌جانبه بیت رهبری مجلس و شورای عالی امنیت ملی باشد در روز سه‌شنبه 21 مهر ماه به هنگام بررسی طرح توافق اتمی در مجلس مهدی کوچکزاده از نمایندگان منتقد دولت و مخالف برجام گفت محمد رضا با هنر نایب رئیس دوم مجلس به نمایندگان خبر داده است که دیشب آقایان لاریجانی، حجازی و شمخانی جلسه داشتند و تصمیم گرفته شد این طرح تصویب شود. اطلاعیه دفتر آقای خامنه‌ای در حالی منتشر شده که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اجرای برجام میان ایران و شش قدرت جهانی را تایید کرده است. با تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان راه برای اجرای کامل توافق وین همراه می شود و آنگونه که مقام های دولت حسن روحانی اعلام کردند احتمالا از روز دوشنبه هفته آینده توافق اتمی وارد مرحله اجرایی خواهد شد. مهلت 90 روزه بررسی توافق هسته‌ای وین روز 26 مهر ما به پایان می‌رسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این گفته بود اقدامات ایران حد اکثر حدود یک و نیم تا دو ماه طول می کشد و می توان گفت که اواخر آذر ماه یا اوایل دی ماه سال جاری شاهد اجرایی شدن کامل برجام خواهیم بود با این حال حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و یکی از مشاوران آقای خامنه ای در یادداشتی که روز پنجشنبه 23 مهر منتشر شده در اعتبار مصوبه مجلس تردید کرده و نوشته اکنون پای این پرسش منطقی قانونی و شرعی در میان است که آیا آراء معخوزه را میتوان رأی دقیق نمایندگان دانست و آیا مطرح کنندگان آن ادعا حق امانت را ادا کردند آقای شریعت مداری نوشته است نگاهی به ترکیب آرا به وضوح نشان میدهد تعداد نمایندگانی که به طرح مورد اشاره رأی منفی دادند همانها هستند که با استناد به بیانات سریح رهبر معظم انقلاب در صحت ادعاهای مطرح شده درباره جلسه خصوصی شب گذشته تردید جدی داشتند و خروجی آن جلسه ادعایی را باور نداشته و با نظرات حضرت آقا در تناقض آشکار ارزیابی کردند در همین حال در خبر دیگر علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس متن طرحی را منتشر کرده که ادعا کرده اجازه مطرح شدن آن در مجلس داده نشده است. خبرگزاری فارس در گزارش روز چهارشنبه 22 مهر خود نوشته است جمعی از نمایندگان در روند بررسی طرح برجام در جلسه روز گذشته ی علنی مجلس متن پیشنهاداتی مبنی بر رعایت الزامات و احکام اجرای برجام را که توسط علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام آماده شده بود را منتشر کردند که اجازه قرائت آن در صحن علنی مجلس از سوی هیئت رئیس دو نشد وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تازه سالانه خود درباره میزان آزادی های مذهبی در جهان بار دیگر سیاست حکومت ایران در سرکوب آزادی های مذهبی شهروندان ایرانی را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعدد از تبعیضهای مذهبی را برشمرده است جانکری وزیر خارجه آمریکا روز چهار شنبه 22 مهر به هنگام ارائه گزارش سالانه که مربوط به سال 2015 است بار دیگر بر ادامه محدودیت های مذهبی ناشی از سیاست های برخی دولت ها و از آن جمله ایران تاکید کرد و گفت بسیاری از این سیاست ها مانند مجرم شناختن فعالیت های مذهبی تهدید و ارعاب اعمال قوانین مربوط به ارتداد و کفر، توهین به مقدسات، ممنوعیت انتخاب مذهب و یا اعمال محدودیت های مربوط به سازمان های مذهبی آزادی های شهروندان را آشکارا نقض می کنند. آقای کری با اشاره به نقش گروه های غیر دولتی مانند گروه خلافت اسلامی و القاعده که در سال 2014 میلادی شنی ترین اعمال در نقض آزادی های مذهبی و سایر حقوق بشر را مرتکب شدند گفت فقدان واکنش دولت ها در مقابل با این گروه ها یا تأخیر و نارسایی در برابر اعمال این گروه ها پیامدهای سنگینی برای مردمانی دارد که تحت شرایط بسیار محدود کننده به سر میبرند و آزادی آنها برای انجام فرایز دینی خود با دخالت مستمر همراه است. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا به بررسی نقض آزادی های مذهبی در کشورهای گوناگون طی سال 2014 میلادی اختصاص دارد. در بررسی شرایط ایران در زمینه محدودیت‌های مذهبی بنابر این گزارش دولت جمهوری اسلامی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی در زمینه استخدام، آموزش و پرورش و مسکن برای آنها تبعیض قائل شده است. گزارش میگوید اظهار نظرها و اقدامات مقامهای حکومتی فضای تهدیدآمیزی را علیه تمامی ایرانیان غیر شیعه و به ویژه علیه بهاییان به وجود آورده و رسانه های تحت کنترل دولت همینطور نشریات مکتوب کارزار ضد اقلیت‌های مذهبی را ادامه دادند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که در ایران غیر مسلمانان با تبعیض‌های اجتماعی فراوانی دست به گریبان هستند که از جانب حکومت پشتیبانی و تقضیه میشوند. رهبران مذهبی و سیاسی همواره مطالب افترامیز علیه این گروهها بیان می کنند. گزارش های متعددی از دشواری های بهاییان در سطوح گوناگون اجتماعی در سراسر ایران وجود دارد و کارفرمایان غیر بهایی زیر فشار دولت از استخدام بهاییان پرهیز و در صورت اشتغال آنها را از شغل خود برکنار می کنند. روحانیون شیعه در مراسم عبادی خود صوفیان را نفرین می کنند و در سراسر ایران فعالیت های آنان را چه در جامعه و چه در محافل خصوصی مردود می شمارند. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگری روز سهشنبه 21 مهر ضمن برشمردن موارد متعدد نقض آزادی های مذهبی در ایران به سایر محدودیت ها نیز اشاره کرد و گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان مسلمان خود اجازه نمی دهد که آزادانه دین و آین خود را انتخاب کنند و یا به مذهب دیگری درآیند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که دولت ایران حتی با دقت گفته ها و بیانیه های مذهبی روحانیون ارشد را نیز رسد می کند. رهبر جمهوری اسلامی به این منظور دادگاه ویژه روحانیت را زیر نظر خود دارد که به بررسی اتهام‌های های روحانیون رسیدگی می کند. همزمان سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اعدام دو نفر در ایران طی چند روز که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند دهشتناک بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می دهد. اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سالبهی انتقاد کرده است. خانم سالبهی هنگام قتل همسرش 17 سال داشت و به اجبار به عقد او درآمده بود. سمد زهابی شهروند دیگری است که بنابر گزارش سازمان اف بین الملل طی چند روز گذشته اعدام شده و در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم شده 17 سال داشت. سازمان اف بین الملل می خانم سالبهی بر اساس قوانین ایران دست کم می توانست از آزمایش ها و تحقیقاتی برخوردار شود که سلامت روحی و نیز بلوغ فکری او را در زمان قتل ثابت کند. اما این آزمایش ها به پرسش هایی مانند اینکه آیا نماز میخواند در مدرسه کتاب های دینی خوانده یا اینکه میداند قتل نفس حرام است یا نه محدود شده است در پی آن نیز قاضی حکم به سلامت و بلوغ او داده و اعدام تایید شده است عفو بین الملل چنین روندی را برخلاف اصول اولیه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد شده می‌داند. سمد زهابی نام دیگری است که عفو بین الملل به آن اشاره کرده و میگوید در جریان یک حادثه تیراندازی چوپان دیگری را کشته است اتحادیه اروپا تاکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام ها در ایران است به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر به عنوان جدی ترین جرایم طبق بندی نمی شوند. این اتحادیه مخالف اجرای مجازات اعدام در هر مورد و با هر هدفی است و اعضای آن نیز چنین مجازاتی را در قوانین جزایی خود ندارند. ساعتی پس از آغاز یک عملیات عمده امنیتی توسط نیروهای اسرائیلی در محلات عرب نشین بیت المقدس حملات در بخشهایی از شهر ادامه یافته است صبح روز چهارشنبه 22 مهر پلیس اسرائیل ورودی های محله جبل مکبر را بست سه مرد فلسطینی که متهم شدند سه اسرائیلی را روز سهشنبه 21 مهر کشتند در این محله زندگی میکردند. ارتش اسرائیل هم صدها سرباز برای کمک به این عملیات فرستاده است. پلیس اسرائیل گفته است یک فلسطینی را که با چاقو به یک زن اسرائیلی در ایستگاه مرکزی اتوبوس حمله کرده بود، در تیراندازی کشته است. پلیس میگوید یک فلسطینی دیگر هم که تلاش کرده بود با چاقو یک پلیس اسرائیلی را در دروازه دمشق در محدوده قدیمی شهر بیت المقدس بکشد، در تیراندازی پلیس کشته است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کاخ سفید نگران گزارش ها از فعالیت های امنیتی است که می تواند نشانه استفاده بالقوه و بیش از حد از زور توسط مقام های اسرائیلی باشد آقای کربی در مصاحبه با جروسالیم پست که روز چهارشنبه منتشر شده است سعی کرد اظهارات جان کری وزیر خارجه را دایر بر اینکه به اعتقاد او سیاست شهرک های یهودی نشین اسرائیل ریشه این خشونت هاست را کم رنگ جلوه دهد مقام های اسرائیلی میگویند از آغاز ماه اکتبر در حملات متعدد تیراندازی و چاقوزنی هفت اسرائیلی کشته و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند از سوی دیگر مقام های فلسطینی هم میگویند دست کم سی فلسطینی کشته شدند که افراد مهاجم هم در این شمار آمدند و صدها نفر دیگر هم مجروح شدند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه 22 مهر در نخستین واکنش خود پس از این دوره تازه خشونت ها گفت اقدام های اسرائیلی ها می جرقه درگیری مذهبی را بزند که همه چیز در آن خواهد سوخت. آقای عباس همچنین اسرائیل را متهم کرد که کودکان ما را با خونسردی اعدام می کنند اشاره آقای عباس به کشته شدن یک پسر بچه 13 ساله است که روز دوشنبه پلیس اسرائیل او را با تیر زد او و یک پسر پانزده ساله به یک پلیس اسرائیلی چاقو زده بودند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را دروغ و فتنه برانگیز خوانده و گفت پسر بچه مورد اشاره محمود عباس زنده است و در بیمارستان بستری است فرانک والتر اشتان مایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه آینده سفری را به ایران آغاز می کند که در واقع آغازگر مذاکرات خاور میانه ای اوست و قصد دارد پس از تهران به عربستان برود تا شاید امکان کشیدن این کشور بر سر میز مذاکره درباره سوریه را فراهم کند. شتانمایر در سخنانی که در پارلمان آلمان ایراد کرد گفت با سفر به دو کشور ایران و عربستان سعودی امیدوار است که پلی میان این دو کشور برقرار کند و در نتیجه امکانی فراهم شود تا کسانی را که ما برای صلح و حل بحران سوریه نیاز داریم به دور یک میز گرد آوریم البته درباره سوریه نیز گفتگوهایی انجام خواهد شد بنابراین گزارش اصر روز یک شنبه وزیر خارجه آلمان به سوی عربستان پرواز می کند و با عادل الجبیر همتای عربستانی خود و دیگر شخصیت های این کشور مذاکره می کند. وزیر خارجه آلمان سپس به امان پایتخت اردن می رود تا در کنفرانس سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا که با همکاران مدیترانه این سازمان برگزار خواهد شد شرکت کند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است به نفع ایران نیست که عربستان را از دست بدهد. منفعت عربستان نیز با از دست دادن ایران محقق نمی شود. دیداری با سردبیران روزنامه های عربی در گفتگو با روزنامه ارای علیه ضمن اشاره به اینکه ایران و عربستان منافع مشترک، چالش های مشترک و ویژگی های مشترکی مثل دین، تاریخ و جغرافیا دارند، این سوال را مطرح کرده که پس چرا نباید این دو کشور با یکدیگر همکاری کنند؟ وزیر امور خارجه ایران گفت ایران و کشورهای عربی در یک کشتی هستند. و اگر این کشتی آسیبی ببیند همه گی غرق خواهند شد و هیچ کسی نجات پیدا نمی کند. به تصریح کرد تهران معتقد است که عربستان از سوی داعش و تروریسم هدف قرار گرفته است و ایران به بهبود روابط و دوستی با عربستان چشم دوخته. دیدگاه های آقای ظریف در شرایطی منتشر می شود که ایران و عربستان اختلافات گسترده در مباحث اساسی منطقه از جمله بحرین و سوریه و عراق و یمن دارند. عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سهشنبه 21 مهر ماه گفت رد دخالت ایران در یمن همچون نفی طلوع آفتاب از شرق است وی در کنفرانس خبری که با همتای فرانسویش لوران فابیوس در ریاض برگزار کرد گفت اقدام ائتلاف عربی در یمن با درخواست دولت مشروع این کشور بود وزیر خارجه عربستان همچنین گفت دخالت های ایران در امور کشورهای دیگر مشکل منطقی به وجود آورده و چالش های منطقه بزرگ است اما باید تعامل حکیمانه با آنها داشت کیوان کریمی مستندساز ایرانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم شد. اتهامهای های آقای کریمی توهین به مقدسات و رابطه نامشروع اعلام شده است. آقای کریمی روز چهارشنبه 22 مهر در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس پرس با رد اتهام های خود گفت در فیلمهایش بیشتر درباره مسائل جامعه، دیوار نویسی و کارگران صحبت می کند و نمی داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است. امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای کریمی درباره جزئیات پرونده این فیلمساز به رسانه ها گفته است اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات است و مستاق آن این بوده که ایشان قرار بود کلیپی بسازد اما این کلیپ را نساخت چون درباره جزئیات آن با سفارش دهندگان به توافق نرسید اما دادگاه این تلقی را داشت که ایشان مرتکب توهین به مقدسات شده است دفاع ما در دادگاه نیز همین بود که اساسا این همکاری صورت نگرفته است و موضوع این همکاری و پیشنهادی که به آقای کریمی شده بود هم به مقدسات ربطی نداشته است آقای رئیسیان گفت کار دیگری هم که در دادنامه به آن اشاره شده فیلم مستند دیوار است که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بود و هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته است. وکیل این مستندساز گفت آقای کریمی مستندساز است و برای فیلم هایی که ساخته است مجوز داشته و آنچه را هم که نساخته است اصلا موضوع پرونده نیست یعنی فعلی است که او مرتکب نشده و برای فعلی که کسی مرتکب نشده نمی شود آن فرد را مجازات کرد. کیوان کریمی همچنین به اتهام رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم به 223 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای کریمی دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام ماجرای زن و شوهر به شهرت رسید. فیلم ماجرای زن و شوهر که بر اساس داستانی از ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی ساخته شده است در چهل جشنباره در سراسر جهان به نمایش درآمد و برنده جوایزی از جشنباره های اسپانیا و کلمبیا شد فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران میگوید موشک های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوه بلند و در برد های مختلف بر روی پرتابگر سوار آماده پرتاب و دستها بر روی ماش است امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران روز چهارشنبه 22 مهر ماه تاکید کرد که پایگاه های موشک های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوه بلند و در همه استان ها و شهرهای کشور آماده مقابله با تهدیدهای دشمن است وی اضافه کرد موشک ها در برد های مختلف در همه پایگاه ها بر روی پرتابگر سوار آماده پرتاب و دستها بر روی ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم کل قوا هستیم به گفته آقای حاجیزاده از سال آینده نسل جدید و پیشرفته موشک های دوربرد سوخت مایع و جامد جمهوری اسلامی جایگزین تولیدات فعلی کشور خواهد شد نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار اجازه فیلمبرداری از یکی از پایگاه های موشکی خود در دل کوه را داده است و صدا جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه این فیلم را پخش کرد به گزارش خبرگزاری فارس در این تونل های پیچ در پیچ تعداد زیادی از موشک های بالستیک و دوربرد قدر دیده می شود خبرگزاری فارس پیش از این با اشاره به روند ساخت موشک های شهاب سه با برد 1150 کیلومتر موشک قدر را نمونه پیشرفته شهاب سه ذکر کرده بود که با سوخت مایه و با برد 1650 کیلومتر کار می کند. به گفته این خبرگزاری موشک های سوخت مایه با توجه به نیاز به شارژ سوخت در مخازن پیش از پرتاب زمان زیادی برای آماده سازی نیاز دارند. خبرگزاری فارس در گزارش خود خبر داده بود که برای رفع این مشکل از سالها پیش سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشکهای بالستیک در نقاط مختلف ایران ساخته شده که میتوان موشک شارژ شده و آماده شلیک را تا چند ماه در آنها نگاه داشت همین فرمانده عالی سپاه روز دوشنبه 19 همه آبان ماه سال 1393 گفته بود که ایران به وفور موشک چند مرحله سوخت جامد ساخته با 2000 کیلومتر برد و خطای 10 متری که امکان هدف قرار دادن اسرائیل را دارد چند مقام عالی سپاه پاسداران اعلام کردند که جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین به برنامه موشک خود ادامه خواهد داد در همین حال وزیر دفاع ایران روز یکشنبه 19 مهر ماه خبر داده بود که آزمایش موشک دوربرد اماد از نسل جدید موشکهای بالستیک زمین به زمین ایران با موفقیت انجام شده است در واکنش به این اتفاق جاشرنس سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که شواهدی قوی موجود است حاکی از اینکه آزمایش موشکی ایران قط نامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد موشکهای دوربرد نقض کرده است مقامات جمهوری اسلامی اما اعلام کردند که آزمایش این موشک نقض توافق اتمی وین نیست و خارج از هیته یا صلاحیت نامه شورای امنیت و پیوستهای آن است